همیشه ناکام. با بالا گرفتن بحران انضباطی در اردوی اخیر تیم ملی، حالا غیر از دراگان اسکوچیچ پای یه نفر دیگه هم به ماجرا باز شده. حمید استیلی که از چندی پیش به عنوان سرپرست یا مدیر تیم ملی فوتبال جانشین مشتبه خورشیدی شد. در شرایط عادی شاید انتخاب استیلی با انتقادهای زیادی همراه می شد، اما مسئله اینجاست که در اون زمان اوضاع عادی نبود. حضور خورشیدی انقدر بحث برانگیز شده بود که صرفاً تعویض اون با یه پیشکسوت مایه خوشنودی به نظر می رسید. اما هرچی جلوتر اومدیم شرایط عوض شد و عملکرد استیلی بیش از قبل زیر ذره بین رفت. نتیجه چی بود؟ هیچی، غیر از اینکه اون بازم در مسندی دیگه نمره قبولی نگرفت. دستیار دردسرساز. حمید استیلی بازیکن موفق و مهمی در فوتبال ایران بود، اما تجارب بعدی اون چندان روشن از کار در نیومد. استیلی کارش رو ابتدا به عنوان دستیار شروع کرد که دو دوره ملتهب رو رقم زد. اون در لیگ چهارم روی نیمکت پرسپولیس دستیار راینل سوبل آلمانی بود و عجیب این که مربی ژرمن هرگز سوءزن خودش رو نسبت به اون پنهون نکرد. سوبل این مسئله رو به صراحت در برنامه 90 عنوان کرد و مدعی بود استیلی در کار اون خلل ایجاد میکنه. اما حمید به دفاع از خودش پرداخت و گفت سوبل برنامه مشخصی نداشت و دیواری کوتاه‌تر از من پیدا نکرد. دوره دوم دستیاری استیلی در پرسپولیس هم خبرساز بود. اون همکاری منجر به یک قهرمانی دراماتیک برای پرسپولیس شد، اما تیم در تمام طول فصل به شکل کم سابقه ای حاشیه داشت. استیلی معتقد بود پرسپولیس خودش بسته و بعد قطبی رو آورده. در نتیجه توقعاتی بالاتر از حد معمول داشت و به نظر می رسید تیم بین اون و قطبی به دو گروه کاملا مجزا تقسیم شده. بعد از قهرمانی هم قطبی موند، اما دیگه استیلی رو نپذیرفت. سرمربی ناموفق. استیلی در ادامه رو به سرمربیگری آورد. تجارب اون در استیلازین و مخصوصا شاهین بوشهر بد نبود، اما حمید زمانی دست به خودکشی حرفه‌ای زد که با اون شکل شتاب زده و در اوج اختلاف بین حبیب کاشانی و علی دایی هدایت پرسپولیس رو بر عهده گرفت. استیلی ابتدای لیگ 11 بر صندلی داغ سرخ تکیه زد و چون هوادارا چون این منصبی رو حق اون نمیدونستن، از همون بازی هفته اول برابر ملوان علیه این مربی شعار دادن. فشارها اونقدر زیاد شد که پرسپولیس فصل رو از همون ابتدا از دست داد. نتایج ضعیف در کنار شکست‌های پیاپی در داربی تهران باعث شد ابتدا حبیب کاشانی و بعد خود حمید استیلی استعفا بدن. یه انتحار تموم عیار که موجب شد استیلی هرگز از زیر این سایه سنگین بیرون نیاد. مدیر ناکام. استیلی بعدها بختش رو به عنوان سرپرست یا مدیر تیم آزمود. اون ابتدا این منصب رو در تیم ملی امید پذیرفت، اما با فرهاد مجیدی کنار نیومد. فرهاد که سرمربی امیدها بود استیلی رو به دخالت متهم کرد و استعفا داد. در نتیجه خود حمید روی نیمکت نشست و با تیم امید از انتخابی المپیک اوت شد. حالا هم اون مدیر تیم ملی بزرگ سالانه. مدیر تیمی که بازیکناش در اردو تا دیر وقت بیدار میمونن و نیمه های شب همبرگر سفارش میدن. شاید سرمربی تیم هم بی تقصیر نباشه، اما اساساً رفع و رجوع این کارها وظیفه سرپرسته و در نتیجه جای تعجبی وجود نداره که افکار عمومی از عملکرد استیلی ناراضی باشه. حتی زمزمه‌های خداحافظی حمید با تیم ملی هم به گوش میرسه، اتفاقی که اگه رخ بده یه نمره منفی دیگه در کارنامه مرد بازنده خواهد بود. اگر از محتوای ویدیو راضی بودین سابسکرایب یادتون نره. فعلاً.